با سلام به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، برنامه ارتباط مستقیم این هفته رو از این لحظه شروع میکنیم. بیش از یک هفته از حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی در پنجم دی ماه 26 دسامبر میگذره. در جریان این حمله 4 مجاهد قهرمان به شهادت رسیدند و بیش از 70 نفر مجروح شدند. 3 ماه قبل از اون هم مسوران مالکی در حمله به اشرف 52 مجاهد رو به جنایتکارانه ترین صورت به شهادت رسوندند و 7 نفر دیگر رو به گروگان گرفتند. این حملات جنایتکارانه در شرایطی صورت گرفت که توافقنامه ژنو بین رژیم با کشورهای 5 به علاوه 1 تبدیل به محوری برای جنگ و جدال افسار گسیخته باندهای درونی رژیم شده. امشب می‌خوایم از یک طرف به نبردی که در لیبرتی و در اقصا نقاط جهان بر سر حقوق مجاهدین در برابر مالکی و رژیم در جریان هست بپردازیم و از طرف دیگه ربط تحولات درونی رژیم و مناسبات بین المللی اون با اون چه که در اشرف و لیبرتی گذشته و میگذره رو بررسی کنیم. خب البته همزمان ما شاهد تحولات مهمی هم در عراق هستیم و همچنان که در اخبار دنبال کردید، بعد از حملات مالکی به تحصن کنندگان و قیام کنندگان عراقی در استان الانبار، عشایر به مقاومت و مقابله برخواستند و شاهد جنگ و درگیری‌های گسترده‌ای در این مناطق هستیم. با ما در این برنامه همراه باشید و با تماس با این برنامه از طریق تلفن‌های ارتباطی یا ایمیل یا فیسبوک و توییتر و یا ارسال اس‌ام‌اس در این بحث و گفتگو شرکت بکنید. اما مهمان برنامه آقای محمد علی توحیدی هستن که الان در استودیو حضور دارن. آقای توحیدی سلام می‌کنم خدمتتون، خیلی خیلی خوش اومدید. منم سلام دارم هم خدمت شما، هم خدمت هموطنان عزیزمون بینندگان سیمای آزادی در هر کجای ایران و جهان که هستند، به خصوص اشرف نشانهای غیوری که در این هفته های اخیر، ماه های اخیر جنبشی تاریخی رو خلق کردن. درود بر تک تکشون در هر کجا که هستند و میرزمند، و البته سلام و درود خاص به خواهران و برادران عزیزمون در لیبرتی، قهرمانان پیشتاز آزادی ایران. من در خدمتتون هستم. در خیلی ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در این برنامه شرکت کردید. آقای توحیدی، فکر کنم در ابتدای برنامه خوبه که قبل از هر چیز به این بحث بپردازیم که تاکید روی کارزار سرنگونی رژیم آخوندی و ارتباط اون با حملات مالکی و رژیم به اشرف و لیبرتی به چه معناست، و اینکه کارزاری که الان ما شاهدش هستیم در جریان هست در سرتاسر جهان برای آزادی گروگان‌ها که توسط حکومت مالکی به گروگان گرفته شدن، این کارزار چطور به موضوع سرنگونی رژیم مربوط میشه؟ بله، بسیار بجاست که شروع رو با همین بحث بکنیم. اگر شما اجازه بدین من در ابتدای همین بحث درود بفرستم به آخرین شهدای اشرف، برادران عزیز و قهرمانم ویژن و عباس و محمود و یحیی، که حقیقتا شهیدان واقعیت روزگار و زمانه هستند به معنای دقیق کلمه. خودشون، زندگیشون، کارنامه‌شون، پایداریشون و به خصوص در قله و در اوج شهادتشون بالاترین گواهن. قبل از هر بحثی و هر حرفی که ما در مورد کاردار سرنگونی یا سایر جنبه‌های این موضوع بزنیم، حقیقت رو در بالاترین و برترین صورتش در این شهدا و در زندگیشون، در کلامشون که در همین روزها من از سیما خودم هم میشنیدم، واقعا تکان دهنده بود که در کلماتشون، در نقش مسیرهاشون، در هفته ها و ماه های آخر پایداری و نبردشون، یا قبلش در اشرف یا بعد در لیبرتی، با دشمن صحبت میکنن. همشون اگر دقت کرده باشین در مسیرشون و در اون چی که دارن خونشون به اون خاطر بر زمین ریخت، و چقدر هم گویاست و چقدر هم شعله‌ور و بیانگر این بحث
به قول شما کارزار سرنگونی. میگن ما به دشمن میگیم از پا نمیشینیم، هر چقدر میخوای بزن بکوب، موشک بزن، قتل عام کن، کشتار کن، گروگان بگیر، حرف ما با توست و پیمانمون و پیاممونم با خلقمون بر سر امر مبرم حیاتی سرنگونی. طبعا در این کلام اونها یا در خود شعار سرنگونی، آرمان سرنگونی، خواست سرنگونی خب بسیار برجسته است، برای هر ایرانی مفهومه که یعنی چی. ولی ما وقتی فکر میکنم از کارزار سرنگونی صحبت میکنیم، محدود به جنبه آرمانی و خواست مبرم روز مردم ایران فقط نیست، بلکه صحبت از یک صورت مسئله مشخص سیاسی است. یعنی شما اگر در ایران امروز زندگی سیاسی و کنش و واکنش سیاسی بخواهید داشته باشید، با دشمنی طرف هستید، با رژیمی طرف هستید که در وضعیت سرنگونی است. این رژیم رو میشه البته با توصیفات پایه‌ایش وصف کرد، رژیمی بسیار دروغگو، دجال، بهترین کلمه، ضد بشر، جانی، آدمکش، خونخوار، خونریز، بازگویاترین کلمه همون رژیم ضد بشره. ولی یک کلمه دیگه هم لازمه برای شناخت امروز رژیم، امروز این دشمن، وضعیت سرنگونی، وضعیت خاصی که الان داره، وضعیت خاصی که این رژیم داره. حالا این تعبیر زهر خورده اینو بیان میکنه یه وجهش رو، ولی در تمامیت شما به یه رژیمی روبرو هستید در ایران که تحرکاتش، فعالیتهاش، کنش با کنشهاش، حتی جنگ و جدال درونش، یعنی تعاملات درونی این رژیم در روز، در همین امروز عطف به امر سرنگونی است. طبعا و به طریق اولا کنش و واکنشش با مقاومتش و با دشمنی که در مقابلش ایستاده هم از همین مایه میگیره. من برای که بحثی مقداری مشخص تر بشه، یه مقدار به وقایع روز اشاره کنیم، جدای مثلا از بحث اشرف و لیبرتی. ببینید الان این رژیم درگیر و داره برملا شدن یکی از بزرگترین چپاول هایی است که تا حالا ثابت نداشت. اینا خودشون میگفتن که در تاریخ ایران چپاول های در تچپاول های بی سابقه در تاریخ در نظام ما کشف شده، چند سال پیش میگفتن. ولی الان این چپاولی که الان موقع روزه و در ترکیه میگفتن 3000 میلیارد، الان میگن 30000، 30000 میلیارد. مثلا دیروز روزنامه جمهوری اسلامی که از بیشتر اون باند رفسنجانی است نوشته بود که آقا 30000 میلیارد بخشی از ثروت هایی است که این بسیجی اقتصادی رژیم که تازه دستگیرش کردن چند روز پیش، بابک زنجانی، اینو تپاول کرده. 4 وزیر دولت قبلی توش دست داشتن، قوه قضاییه هم باش همکاری میکرده. خود این طرف هم من هفته پیش دیدم در تلویزیون، دید که تلویزیون خودشو گذاشته بود، میگه آقا 2 میلیارد از من میخواد، دولت میگه دو میلیارد منو بالا کشیدی، حالا دوزا خودشون اصلا دیگه بالا میکشن، 2 میلیارد دلار، ببخشید 2 میلیارد یورو. بعد میگفتش که آقای وزیر گفته 2 میلیارد منو بده، من چجوری بدم، توی کدوم بانک بذارم. این عین کلام همین بابک زنجانی بود، با صدای خودش میگفتش که آقا شما برو 1000 یورو تو فلان بانک رژیم بری، تو بانک مرکزی من 2 میلیارد میریزم. نمیشه ریخ، من امداش عذر و بهانه هاشو میگم. روز قبل میگم من بسیجی اقتصادی هستم، ترسی هم ندارم، همش خدمت کردم. حالا این بانک داره، بانک، شرکت هواپیمایی، شرکت اتوبوسرانی در تاجیکستان، در اون کشور، در چند کشور بانک ساخت. حالا همین دیروز در یکی از روزنامه‌های یا یکی از رسانه‌های دیگه من میخوندم یه چیزی گفته، من اجازه بدید فقط دو سه خطشو برای که طول نکشه من توضیح بدم. میگه که علی خامنه‌ای، ما دیروزه این خبر، بانکداری معظم نیز هست، ارزش بانک های تحت کنترل خامنه ای در بازار بورس مطابق با اطلاعات بروز شده در 8 دی 92 حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار دلار است. بله، 3 میلیارد و 500 میلیون دلار پولی است که تو بانک های خاص علی خامنه ای هست که در نظر خودشه.
بعد رئیس یکی از این بانک‌ها رو معرفی می‌کنه، میگه یک آدمی به نام محمد مخبره که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از صاحب نفوذ ترین چهره‌های اقتصادی امپراتوری مالی خامنه‌ایه. ارزش یکی از این بانک‌ها، این بانک، این رئیسشه، یعنی بانک سینا، حدود 714 میلیون دلار. یک بانک دیگه هم، بانک پارسیان، چند بانکه هم تو اسم میبره، 8 10 صفحه است. یک بانک دیگه هم هست که با حساب هر دلار 3000 تومان اگه حساب کنیم 1 میلیارد و 950 میلیون دلار، یعنی 2 میلیارد دلار توشه، مال زیر نظر خامنه‌ای، و همینطوری ردیف میکنه بخشش. این یک باطلاق دزدی است. حالا از اون طرف همین روزنامه‌های رژیم دیروز یکی گزارش نوشته بود با 10 نفر صحبت کرده بود که اینا کلیه‌های خودشون رو فروش گذاشته بودن، با 10 نفر تک به تک صحبت کرده بود. ایرانی 30 ساله، 26 ساله، 25 ساله، 28 ساله، زن، مرد، از فقر و فاقه کلیه خودشون رو فروش گذاشته بودن. اینا چپاولگری خامنه‌ای است. جدای از این دزدی‌ها، برملا شدن اینهاست تو این جامعه، یعنی دعوای گرگ ها به اینجا کشیده. کسی که این کارا رو با هم میکردن، این کارا رو، حالا اینا به جون هم افتادن. ببینید این وضعیت، وضعیتی که رژیم در حال سرنگونی است، غیر از این که دزد، دزد که بود تا قبلش هم دزد بود، ولی الان این دزدی ها، ببینید، ولی ضمناً در این دزدی که اساس دعوا سر پولای غارت ماست، غارت ملت ماست، زلزله سیاسی تو ترکیه ایجاد کرده. این دولت با ثبات و با کارنامه اقتصادی بهرحال خاصی که خودش داره در اتحادیه اروپا میاد، این دولت رو به لرزه در آورده. در ایران چه خبره؟ هیچ خبری نیست. ولی اینطوری که نیست، این داره میلرزه. این یک وجهشه. بعد داستان اعتیاد، دیروز نوشته بود یکی از این روزنامه‌هاشون که آقا من نمیدونم چند درصد، 75% درصد بسیار بالا، 75 بیش از 75% دیپلم به بالا، دیپلم به بالا. ولی البته میدونین که اینا بارها نوشتن که بچهای 5 6 ساله چند ماهه حتی معتاد میشن توی. بعد این بحران اعتیاد یک دستگاهی است از فساد، دستگاهی است از، یعنی رژیمی است که از تمام کارکردش روزمره انهدام ایرانه، روزمره ها، یعنی مشغول این دولت به انهدام، به فساد، به دزدی، به غارت، به گسترش اعتیاد و به کشتار تحت عنوان اعتیاد. چون نگاه کنید آمار، آمار و ارقام دولت اعتدال، 600 اعدام، 400 اعدام، تازه این تازه خوب اعتدال اعتدال کرده. خب من حالا بحثم سر افشاگری جنایات رژیم نیست، من میخوام بگم ببینید شما با یه رژیمی مواجهین که این مشغول به این کاره، هر روز که این ادامه حیات میده غارت بیشتر، چپاول بیشتر، تباهی بیشتر. ببخشید تو همون گزارش من خوندم یک کارشناس اقتصادی نوشته بود که این بانکداری خامنه‌ای که من نمیدونم چرا این رهبر مذهبی این رژیم شده بانکدار، این کارا رو میکنه، ضمناً بدترین آفت برای اقتصاد ایران، برای اقتصاد رو به قهقرا که تازه دارن زهر میخورن که یه مقدار چند میلیارد، 7 میلیارد، 4 میلیارد پول میزنن توش که این به اصطلاح چی به اصطلاح اندل بخوره، به چرخ روشن بشه. خب ببینید چنین رژیمی بر مقدرات کشور ما، بر سرنوشت مردم ما روزمره حاکمه، تولید جنایت میکنه، تولید کشتار میکنه، تولید اعتیاد میکنه، تولید فساد میکنه، تولید کشتار میکنه. حالا ایرانی در برابر این رژیم چه موضعی میتونه داشته باشه؟ از سوال خارج نیست. یا باید یه ایرانی بی تفاوت باشه، بگه به من چه؟ من مربوط نیست. یا باید در جبهه این رژیم باشه که شریک بشه تو این کار، یا باید در مقابلش وایسه. وقتی در مقابلش وایسه چه بکنه؟ چه بکنه غیر از سرنگونی؟ اگه کاری و حرفی غیر از سرنگونی بزنه، من کار ندارم که درست هست و غلطه، اصلا فایده ای مگه داره؟ بله. یعنی یا باید شما به کارزار سرنگونی برخیزید، یا باید بیتفاوت محض، این عملی نیست، ببینید کلیهشو داره میفروشه، اون که داره کلیهشو میفروشه چه کار کنه اگه بخواد درسن؟ خب ببینید چنین کارزاری، چنین، حالا تو این فساد، خب البته این داستان که یک روزه درست نشده، این یک روندی داشته از 3 دهه پیش، از وقتی این آخوندها رو کار اومدن و قصر کردن حاکمیت مردم ما رو، اینو شروع کردن. امروز
و در این شرایط مشخص، حالا دیگه این وضعیت رژیم، وضعیت منطقه‌ای هست، وضعیت عراق هست، وضعیت سوریه هست، مجموع این عواملی که من دارم خلاصش میکنم، یعنی صورت مسئله سیاسی امروز ایران، یعنی سرنگونی این دشمن برای ایرانی آزاده مقاومی که میخواد حرف سیاسی بزنه و کار سیاسی بکنه و تعرق سیاسی داشته باشه. این اون کارزار سرنگونی است که در جریان، حالا این کارزار سرنگونی توی هر جا و من جمله در ایران سازمان یافته است، جریان داره، سیاست داره، پیشتاز داره، خاص داره، برنامه داره. خب و از اون طرف دشمن کنش با کنشاش از این ساخته شده. این دشمنی که در این وضعیت مسئله اولش اگه روی میز همین قارت و چپاول هاست، مسئله بعدیش و چسبیده به این سرکوب و کشتار هر آن کسی که بخواد جلوش وایسته، بخواد حرف سرنگونی بزنه. بنابراین این نه فقط به دلیل جنایتکاری، نه فقط به دلیل قاصب بودن، نه فقط به دلیل وحشی بودن و قرون وسطایی بودن، بلکه به دلیل وضعیت سرنگونیش هست که این چنین به قول شما به جنایتکارانه ترین صورت به اشرف حمله میکنه. به دلیل این وضعیت هست که به لیبرتی حمله میکنه. به دلیل این وضعیت هست که این اعدام های روزمره رو در ایران علارغم این که با بازی های بین المللیش خانایی نداره ادامه میده. این یعنی کارزار سرنگونی. از اون طرف هم دقیقا اونهای دیگه که در مقابلش وایسادن، که اون در صدرشون و در رأسشون اون شهدایی که صحبتشون رو کردم در اول بحث، و چون قهرمانانی که ایستادن، شهیدان زنده، قهرمانان پایدار لیبرتی، اشرفی های استواری که شاهدان این روزگارن، شجاعت و جسارت ایستادگی و شهادت دادن در برابر این وضعیت رو دارن، شاهد و شهود زور و دروغ نیستن، شاهدان حقیقتن، ایستادن، پیمانشون رو بستن، این شهداشون، این هم شعله هایی که بالا میگیره در اشرف و در لیبرتی هر روز به شکلی و به نوعی و ادامه هم داره، ادامه داره در توطئه ها. در خود این رژیم فقط که نمیزنه، فقط که نمیکوبه، با هر کس که میشینه، با هر کس که مذاکره میکنه، با هر کس که صحبت میکنه، با هر طرف حسابی که تو ایران داره، با هر کسی که تو خارج هست، حرفش اینه: مرز سرخ با مجاهدین، حمله به مجاهدین، تخطئه مجاهدین، کوبیدن اشرف، کوبیدن لیبرتی، کوبیدن استراتژی مجاهدین، تخطئه. یعنی با تمام قوا، درست مثل یک مار زهر خورده و زخمی که باید از هر طرف بکوب دشمن رو، بکوب اون تهدید رو، این در برابر اشرف و لیبرتی و در برابر این مقاومت، شورای ملی مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران، حامیانش، متحدانش ایستاده و شلیک میکنه. به این میگیم کارزار سرنگونی. این یه صورت مسئله سیاسی است. در این چارچوب میشه دید که چرا بهترین فرزندان ایران، غیر از اونایی که در اشرف و لیبرتی هستن و جنگیدن و شهید میشن، واقعا چهره های برجسته مردم ایران تو این اقصا نقاط جهان، 100 روز در اعتصاب قضا، 108 روز در اعتصاب قضا هر روز ایستادن. مگه این ژنو تعطیل بردار بوده؟ 2 ساله، بیش از 2 ساله ایستاده. بین کن کجا ایستادن؟ اینا همه نخبگان جامعه ما، همه فرزندان شایسته این جامعه ما و ایستادن. خب این یه کارزاره. یه طرف این رژیم با این دستگاهی که با خون و جنایت و اعتیاد و کشتار و سرکوب و موشک و قتل عام میچرخه، اون طرف هم مقاومتی که با این ایستادگی، با این قهرمانی، با این آگاهی، با این فداکاری در مقابلش ایستاده. این میشه کاردار سرنگونی. صورت مسئله از نظر من اینه. یعنی از نظر هر ناظر بی‌طرف و شاهدی هم صورت مسئله اینه. و همین دلیل کاردار سرنگونی است. گروگانگیریش به این ربط داره، حملش به این ربط داره، موشک زدنش به این ربط داره، زمانبندیاش به این ربط داره، ایستادگی و پایداری و شعار دادن و شهادتش و اعتصاب قضاش هم به این ربط داره، اصلا جدا نیست. بله، خیلی متشکرم. پس میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که حتی همون حضور هموطنانمون در جای جای شهرهای مختلف جهان و شعاری که سر میدن، گوشه هایی و خلاصه پرتوهایی از همین کارزاری است که از در داخل میهن و در کشورهای مختلف جهان بین این مقاومت، بین
مجاهدین شورای ملی مقاومت و هواداران و حامیانشون با رژیم آخوندی در جریان است. پس اگر موافق باشید صحنه هایی رو ببینیم از همین حضور گسترده هموطنانمون، صحنه های کوتاهی رو، و بعد از اون در خدمت دوستان برنامه رو ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز، برنامه رو با شنیدن صحبت‌های شماری از هموطنانی که با ما همراه هستند ادامه میدیم. سلام میکنم به مهرداد از آلمان، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای رفیعی، مهمان گرامی برنامه‌تون آقای توحیدی و همچنین مجاهدین قهرمان در زندان لیبرتی، اشرف نشانان در سراسر جهان و بینندگان عزیز سیمای آزادی، به ویژه سلام و درود مخصوص دارم به شقایق ها و شهدای اشرف و لیبرتی و برای مجروحان شفای عاجل دارم. اجازه میخوام در ادامه در رابطه با برنامه امشبتون یک نکته عرض بکنم، اونم اینه که واقعیت اینه که خامنه ای زهر خورده به همراه مالکی در وهله اول دستایه بیعملی و سکوت و سیاست مماشات و بیتوجهی به حفاظت و امنیت ساکنان بیدفاع و بی سلاح زندان لیبرتی تونست برای چهارمین بار دست به موشکباران اون بزنه. این موشکباران با توجه به تمامی داده ها و با توجه به درخواست های مکرر مقاومت ایران و به ویژه شخص خانم رجوی یقینا قابل پیشگیری می بود. منظورم اینه که فرض کنیم اگر ملل متحد فقط یک ایستگاه کلاه آبی در لیبرتی مستقر کرده بودند، آیا خامنه‌ای زهر خورده و مالکی جرأت می‌کردن به سوی لیبرتی یه گلوله شلیک بکنن چه برسه به این که موشکبارانش بکنن؟ و یا فرض کنیم اگه سازمان ملل اون کمیته تحقیق و راه اندازی کرده بود و برای یک بار هم که شده آمران و عاملان کشتارهای پیشین رو معرفی می‌کرد و به پای میز محاکمه یک دادگاه ذی‌صلاح بین‌المللی می‌کشون، آیا این موشکباران برای کشتار بزرگ میتونست دوباره انجام بگیره؟ اگه به واقع ایالات متحده به امضا و تعهداتش مبنی بر حفاظت و امنیت از جان ساکنان احترام گذاشته بود و اونها رو عملی کرده بود، آیا باز این کشتار میتونه صورت بگیره؟ من فکر میکنم پاسخ به تمامی این اگرها یقینا منفی میبود. اگر متولیان سیاست مماشات به وظایف صرفا انسانی خودشون در قبال ساکنان لیبرتی عمل میکردن، به نظر من در ریشه یابی علل تکرار این موشکباران باید به این نکات توجه ویژه بکنیم. با توجه به مجموعه تحولات، اون چیزی که مسجل شده نخستین گام خامنه‌ای زهر خورده برای جلوگیری از سقوط مخدومش و همچنین طرح‌های کشورگشایانش از میان برداشتن مجاهدینه. برای اون هم خامنه‌ای حاضر تا در ازای همکاری مالکی برای دور سوم نخست وزیری و تایید اون و به کرسی نشوندن اون دست به هر جنایت و خباثتی بزنه. الان می‌بینیم که به موازات ادامه خدمات مالکی برای دیکتاتوری خامنه‌ای تا به امروز 3 بار کشتار بزرگ در اشرف انجام داده، 4 بار مجاهدین رو در لیبرتی بمباران کرده، موشکباران کرده. ما کشتار
اشرفیان بی سلاح و بی دفاع رو در یک شهریور داشتیم، گروگانگیری 7 تن از مجاهدین و به اسارت بردن اونها رو داشتیم. واقعا آدم شرم باید بکنن اینا، در حال تمامی اینها در یک خلأ و در یک سردرگمی در سیاست خارجی داره شکل میگیره. یه شکاف این وسط به وجود اومده به نام شکاف مذاکرات اتمی با رژیم آخوندی. موقعی که آدم هم مقام سیاست خارجیش بشه فقط مذاکره و امتیاز دادن و ضعف نشون دادن، خب معلومه که طرف مقابل یعنی دیکتاتوری خامنه‌ای هم از این فرصت سوء استفاده میکنه، سیاست‌های مخربش رو پیش میبره. در سایه چنین سیاستی و چنین شکافی میاد دست به کشتار میزنه. این یک واقعیتیه. سیاست مماشات با هیتلر، قرارداد 1938 مونیخ عرض میکنم، فقط یک سال طرح اشغال چکسلواکی رو به عقب انداخت. الان سیاست مماشات با رژیم آخوندی فقط اونا رو 3 ماه از اشغال کامل عراق باز داشته. این نتایج مخرب سیاست استمالت. مذاکره الان شده برای دیکتاتوری خامنه‌ای به مثابه چک سفید برای هر جنایت و خباثتی علیه فرزندان ما در لیبرتی و اشرف. الان هم تو صحنه سیاسی عراق نگاه بکنیم، ببینید مالکی دست در دست خامنه‌ای، دست در دست نیروی تروریستی قدس، نه تنها لیبرتی رو به خاک و خون میکشه، با بسیج مزدورای خودش به استانهای مختلف عراق مردم بیگناه این کشور رو، نیروهای اپوزیسیون اینا رو داره قلقم میکنه. پارلمان و دولت فلج شده، 44 نماینده از مجلس خارج شدن، رئیس مجلس استعفا داده، معاون نخست وزیر استعفا داده، عملا یک بنبست سیاسی. پشت تمام این دوز و دغل و جنایت ها خامنه ای زهر خورده خوابیده به همراه دولت مالکی دست نشونده و نیروی تروریستی بود. این نتیجه سیاست مماشاتیه که ما ایرانی ها مردم منطقه دارن تبعاتشو میدن. به هر حال وقتتون نمیگیرم، ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. شب خوبی برای مهمونتون و برای خودتون آرزو میکنم. پیروز باشید. درود بر شما، ممنونیم از تماستون. درود بر شما مهرداد. انشاءالله که همراهی کنیم برنامه رو به نکات بسیار درست و به حق و به جایی که گفتید من هم خواهم پرداخت. خیلی ممنون و متشکر و سلام متقابل خدمت شما. خب از ایتالیا بهزاد رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به بهزاد، خواهش کنم بفرمایید. خب از ایتالیا سلام خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتون. سلام میکنم. قبل از هر چیز واقعا به شقایق هایی که توی بوتها به زمین افتادن به توسط همین سیاست مماشاتی که این دوست برادرمون قبلا گفتن، که البته من میخوام قبل از اینی که وارد یک بحث گسترده که خود مهمونتون کردم که واقعا خیلی خیلی بجا بود، همینی که گفتن 3 مورد هست، یا باید در مقابل این رژیم بی تفاوت بود، یا باید مبارزه پایداری کرد، و باید گرمی که در کنار این رژیم بود. واقعا احسن به این تحلیل، تحلیل خیلی خیلی زیبایی که امروز واقعا گریبانگیر تمام مردم ایران هست. هیچ کس نمیتونه بگی که من بی تفاوت هم، هیچ کس هم نمیتونه خودشو مبرز از این رژیم بکنه، یا باید مقابل این رژیم ایستاد، یا باید باش مبارزه کرد. که البته اگه مبارزه بخوایم بکنیم چنان که مجاهدین این سالها گفتن، خب باها میخواد، باید پرداخت کرد، که میبینیم که تو این روزها مجاهدین بی سلاح و محصور چگونه دارن باهاشون با خون خودشون یکی یکی دارن میدن. واقعا درود بر آنها. من به نوبه خودم سر تعظیم در مقابل تمام این خونهای بناحق ریخته شده واقعا فرود میآورم. ولی خواستم یک مسئله اونا میگم که این برادرم قبلا گفتش، که گفتش بله در یک مماشاتی که خلاصه آمریکا اتخاذ کرده که این جنایت داره صورت میگیره، نه فقط علیه مجاهدین بلکه برای علیه تمام مردم عراق. اونو میبینیم این روزها واقعا دارن مردم فلیجا رو بمباران میکنن و هیچ کس هم هیچ حرفی نمیزنه. داده اون تمام روزنامه های دنیا گفتن که مثلا القاعده آمده این کارو کرده، این دیگر اوج وقاحته. ولی من مسئله اینه که خواستم الان عنوان کنم، البته خواستم نظر مهمون گرامی میتونم بپرسم، اینه که من فکر کنم اشغالگر اصلی بعد از سال 2003 خود آمریکا بود، نه اینه که بدون اینه که مثلا بدون این دست رژیم توی عراق باز گذاشته. فکر میکنم در اوج آگاهی دست رژیم ایران رو توی عراق باز گذاشته باشه، چرا که ببینید اشغالگر اصلی خود آمریکاست، اومده عراق گرفته با 250,000 سرباز رفته عراق گرفته و بعد اومده دست رژیم رو توی این جریان باز گذاشته. اصلا دیدی کاره برای مجاهدین چه کاری بکنه که سال 2003 همونجوری که تمام اخباری بله ولی گفتن که گفتیم که ما از شما میخوایم
که مجاهدین رو و در مقدم زدن مجاهدین مخالفه توی صحبت و سیاسی در عراق کمکتون میکنه اون که هیچی، ولی در رابطه با اینه که خود عراق رو به این روز کشونده که بیشتر از 1 میلیون نفر تو این 10 سال کشته شدن، این من فکر نکنم فقط بخاطر این بوده که آمریکا اشتباه کرده باشه. این الان تمام نیروهای انقلابی تو خود یا انقلابی که نمیشه بود نیروهای ملی میهنی توی خود عراق از خدا میخوان که رژیم بری بیرون و خود آمریکا باز برگرده، از موقعی که آمریکا خودشو خارج رفت از خود عراق بیرون رفت، نیروهاشو بیرون کشید. خب چرا؟ چون رژیم ایران اینقدر جنایت کرد، اینقدر جنایت کرد که حتی خود نیروهای ملی میهنی میگن آقا ای کاش خود آمریکا اشغالگر اصلی باز برگرده، حداقل از این کمتر میکشه، حداقل یک سری چیزه منتظر من داریم توی عراق. به همین نظر من فکر کنم این سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی تحت فرمان خدا آمریکا نمیتونه بی‌سیاست باشه. اینجور نیست که در یک اشتباه محضن واقعا نمیدونن دارن چی کار میکنن. آخه مگه میشه توی یک کشوری شما بگیرید بعد از یک رژیم جنایتکار و خونخوار و مرتجعی رو باز بکنید، حالا از نظر فحشا ستادی که الان توی خود عراق بوده بیشتر از 1 میلیون نفر کشته شدن، هر روز بوده 250 نفر انسانهای بیگناه کودک و زن و مرد و پیر و جوان کشته میشن، هیچ کس هم هیچی توی هیچ روزنامه و هیچ تلویزیونی نمیگه که آقا این اتفاق چرا میفته، کی داره میکشه. یک دستاویز هم درست کردن به اسم القاعده و مختار و غیره و غیره، اینا که تغییر افکار عمومی جهانی میدن. در این رابطه من فکر میکنم که بالاخره این روزها مشخص شد که مجاهدین توی این دستور گفتن که این رژیم ایران یک رژیمی که فقط راضی به نقاط تمامیت ارضی ایران نیست، خارج از مرزهای ایران اصلا جغرافیا نمیشناسه، قوانین بین‌المللی رعایت نمیکنه چون میخواد یک قطبی باشه، و از این زاویه هم تا اونجایی که تونسته به تمام نیروهای تروریستی از جیب مردم ایران پرداخت کرده که بتونه به این اهداف شومشون برسن. ولی بالاتر از تمام این گناهایی که رژیم خمینی توی ایران داره، من فکر کنم بالاتر این سیاست مماشات و این سکوت بی‌عملیه خود آمریکا و حتی سازمان ملل و کشور اروپاییه که در مقابل چنین رژیمی سیاست مماشات دارن پیش میبرن. الان دوستمون گفتش که همین اشتباه رو باز همین اروپا در سال 1938 کرد و دیدیم به قول معروف 1 سال تونستن وقت بخرن. ولی خوشبختانه تفاوت امروز با 1938 اینه که الان میخونتونم گفتن توی ایران یک سازمانی هستش، یک سازمان رسم سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت که برنامه دارن، خاص دارن، هدف دارن. هدفشون هم یک هدف شخصی نیست بلکه یک باور، یک آرمانه. آزادی مردم ایران برای مجاهدین یک باوره، یک هدف مقدسه که در رابطه با این آزادی هم تا اونجایی که از دستشون اومده دارن خون می‌پردازن، هر روز هم پرداختن. به احتمال زیاد من امیدوارم آخریشون باشه که توی لیبرتی این اتفاق افتاد، ولی مشخصا اینجوری نیست، جلوتر هم از این اتفاق ها خواهد افتاد. طبیعتا میخوان به هدفشون برسن. این تفاوت نسبت به 1938 که این در یک سازمان انقلابی و منتظم با برنامه و کار مشخص و رهبری زیسلا دارن این جریان جلو میبرن. و واقعا در این رابطه باید درود به این رهبری، درود به این رهبری که تونسته این مقاومت رو تو این سالها، مخصوصا این 10 سال اخیر که تمام کشورهای اروپایی و خود امریکا با نه در دست خود این رژیم میخواستن که سازمان مجاهدین رو به هر صورت تشکلاتشون از بین ببرن، ولی موفق نشدن. به خاطر این رهبری، به خاطر واقعا شجاعت و استقامت پایداری مجاهدین در لیبرتی و در اشرف و تمام اشرف انشاءالله در اقصانقات جهان، واقعا باید به اینا درود فرستم. و من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم، واقعا باعث افتخار و سربلندی ماست که در این تاریخ هستیم و میدونیم که مشخصا تاریخ مردم ایران به دست چه کسانی داره نوشته میشه. واقعا درود به تمام اشرف نشان ها که در سراسر دنیا ندای مردم ایران به گوش جهانیان رسوندن. من دیگه مزاحمتون میشم و خیلی خیلی از شما تشکر میکنم که این وقت من دارید که میتونم صحبتی با شما داشته باشم. خدا نگهدارتون. درود بر شما. خدا نگهدارتون. درود بر بهزاد عزیز. بسیار بحثای جالبی رو مطرح کردید. انشاءالله که فرصت بشه بپردازیم بهش و شما هم همراهی کنید. خیلی ممنون و تشکر از شما. خب همچنان هموطنان رو پای خط داریم. به خواهرمون میترا از آمریکا سلام میکنیم. خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام خدمت شما و خدمت مهمون عزیزتون و به همه قهرمانان
دلیر ایرانی در زندان لیبرتی و هموطنان دربند در ایران سلام میگم و میخواستم این نکته رو بگم که این رژیم دجال خامنه‌ای و این آخوندهای جنایتکار ضد اسلام و ضد بشریت اگر فکر میکنن که با کشتار مجاهدین در لیبرتی یا هر جای دیگه در ایران، در زندانهای ایران در گذشته و الان میتونن آزادی و دموکراسی رو از ایران حروم کنن و بگیرن و به دزدی و جنایتشون و چپاول اموال مردم ادامه بدن، کاملا کور خوندن. و همینطور به دوستانشون در غرب میخوام این مژده رو بدم که دیگه الان عصر بیداریه، عصر اینترنت، عصر آزادیه. مردم میدونن دیگه مردم ها نمیتونیم خام کنیم، خراب کنیم، براشون داستان درست کنیم که اینا اینن اونن. واقعیت رو نمیشه کتمان کرد. اینه که میخواستم بگم با این جنایتی که میکنن، با کشتاری که از مجاهدین میکنن و فکر میکنن که میتونن بکنن، کور خوندن. برای که هرچی بیشتر این کارا رو بکنن، آگاهی مردم ایران بیشتر میشه، آگاهی مردم خارج بیشتر میشه، بیشتر به جنایت ها هم دستی های مالکی و خامنه ای پی میبرن. همطور که الان مالکی ملعون داره تو عراق میره زیر آب و حتی مثل اون قذافی یه دونه لوله فاضلاب هم نخواهد پیدا نخواهد کرد و حتی خامنه که یه سوراخ موش هم پیدا نخواهند کرد، باید بدونن که به زودی همه شونو به زیر میکشن و زیر پای مردم له خواهد شد. و ما در هر جای دنیا که باشیم، هر جای ایران که مردم ایران باشن، این فرزندان دلیرشونو، فرزندان از جان گذشتهشونو فراموش نمی کنن، از حمایتشون دست بر نمی دارن و بیشتر ماها رو مصمم می کنن که بر علیه این رژیم افشاگری بکنیم، تلاش بکنیم و بخوایم که اینا به زیر بکشیم. و همطور به این مالکی دجال، به این کشورهایی که دارن با اینا مماشات می کنن، اموال مردم ایران رو چپاول می کنن به اسم قراردادهای مختلف، به اسم کارهای اقتصادی یا هر چیز زیر میزی و پشت درهای بسته حتی این کارها رو میکنن، در دراز مدت به ضرر خودشونه. به دولت آمریکا و اوباما که اومدن، خانم کلینتون توی کانگرس نشست و دروغ گفت، گفت اگر شما از اشرف یا اندلیبرتی، من تضمین میکنم، استیت دیپارتمنت تضمین میکنه که شما امن هستین. چطور شما میتونید دروغ بگید خانم کلینتون؟ شما لیگالی، مورالی مسئول هستید. دیپارتمنت آف استیت مسئول هست، آمریکا مسئول هست و همه یک روز در مقابل قانون و وجدانهای بشری قرار خواهند گرفت که جواب به این جنایتاشون بدن. اگر فکر میکنن که میتونن راه فراری داشته باشن، هر کی در هر عنوان، در هر لباس و در هر مقامی کور خوندن، برای اینکه ما از سر حق فرزندان دلیر ایران، این شهیدها، مجاهدان نخواهیم گذشت و نخواهیم گذاشت که اینا بتونن خون اینا رو پایمال کنن و به جنایتشون ادامه بدن. و تا بتونیم افشاگری میکنیم و دست اینا رو میکنیم و به زودی همه حقایق برای همه روشن خواهد بود. من از دولت آمریکا میخوام که دست برداره از این کارهایی که میکنه با جنایتکار. آقای اوباما با این شعار تغییر اومد. تغییر در چی؟ تغییر در مماشات و همکاری با جنایتکارا، دیکتاتورا در ایران و عراق. آیا این تغییر شماست؟ آیا قانون اساسی و قانون بشریت و حقوق بشری فقط برای آمریکایی‌ها خوبه؟ در خود آمریکا دیگه در عراق اگه به دست ایران کشته بشن براتون اهمیت نداره؟ تمام مدارکش هم دارین، تمام سنداش هم دارین، چرا چشماتون رو بستین؟ چرا اجازه میدین که مردم خودتون، پول تکس خودتون، این جنگ مخربی که تو عراق را انداختین اینطوری به هدر بره؟ مردم عراق دارن زیر پای ایران مالکی له میشه و شما تازه اسلحه به مالکی جنایتکار میدی که میاد ادعا میکنه القاعده اومده چی کرده؟ القاعده است که میلیون ها نفر هر هفته اومدن تو میدان های تهران شعار میدن که ما از جنایت و ظلم مالکی ایران خسته شدیم. آیا شما چیزای جاسوسی ندارید؟ به خودتون میزنید به اون را. میبخشید که وقتتون رو گرفتم. بازم سلام و درود میفرستم به همه مجاهدان. واقعا شما، من نمیدونم شما
موفق بشریت هستین به نظر من. تواناییتون، انسانیتتون، از خودگذشتگیتون و این شاید برای خیلی قابل درک نباشه چطوری شما این کار رو میکنین. خدا ایشالا بهتون قوت بده. دعای ما پایستر شما، شما رو دوست داریم و حمایتتون میکنیم و هیچ وقت فراموش نمیشید، نخواهید شد و روز به روز هم پشتیبانانتون بیشتر از اینه که حد خواهد بود. قربان شما، خدا حافظ. درود بر شما. درود بر میترا. واقعا که صحبتاتون بسیار عالی بود و میشه گفت تا شیر زنانی، زنان آگاهی، آزاده‌ای و شریفی مثل شما که ماشاءالله در همه دنیا صداهاشون رو میشنویم، فریادهاشون رو میشنویم، احساسات پاکشون رو میشنویم هستن، این مقاومت رو به پیشه و همچنان که شعارهای شما از هزار و هزاران اشرف میسازه. درود بر شما، انشاءالله که فرصت بشه بحثای شما رو هم دنبال کنیم. بله، تماس بعدیمون از سوئد است. سلام میکنم به بایزید، خواهش میکنم بفرمایید. هموطنمون بایزید از سوئد، بفرمایید، خواهش میکنم. خب ظاهرن به نظر میسه که تماس هموطنمون قطع شده، امیدوارم که مجدداً بتونن تماس بگیرن. اگه فرصت هست به صحبتهایی که کردن بپردازیم، بفرمایید، چون زودتر بپردازیم بهتره. عرض کنم که واقعا خود این گواهی بود از اون کاردار سرنگونی، همین صحبتهای هموطنانمون، آگاهیشون، استادگیشون و هوشیاریشون در قبال اون چی که میگذره. هر سه هموطنی که صحبت کردن، مهرداد از آلمان، بهزاد از ایتالیا و میترا از آمریکا، یکی از بحثایی که کردن بحث سیاست مماشات بود با رژیم، به این که اگر نبود این مماشات به اصطلاح زشت و غیر اصولی و غیر قانونی و فاجعه بار، قطعاً که این حملاتی صورت نمی گرفت و نمی تونست اتفاق بیفته. در این تردیدی نیست، من بیشتر میگم اصولاً صورت مسئله الان دیگه فکر میکنم به پایان این رژیم رسیده بود و خیلی از اتفاقات دیگه نمی افتاد. منتها من میخواستم چند نکته بگم در اینجا که خب مماشات و منافعی که این سیاست ها دنبال میکنن غیر اصولیه، غیر قابل قبوله، بارها ثابت شده نتایجش برای مردم ما که این ادامه حکومت جنایتکار آخوندیه که هر روزش با خونریزی و کشتار همراهه، چه اون چی که مشهوده چه اون چی که مشهود نیست. ولی الان دامنه این سیاست مماشات خودشون رو هم و سایر نقاط دنیا رو هم میتونه بگیره و تخریب کنه. مهداد گفتش که به قرارداد مونیخ اشاره کرد و اینکه پیامدش چی بود. قبل از اون در سال 36 1936، یعنی تقریبا 4 سال قبل از اینکه جنگ شروع بشه، چرچیل یه نکته گفته بود. گفته بود در سال 1936 وقتی که هیتلر بابای خودش رو از راینلند عبور داد برخلاف قرارداد ورسای، اگر ارتش اون موقع فرانسه، دولت وقت فرانسه فقط آماده باش میداد به نیروهاش، یعنی اعلام آماده باش میکرد به نیروهاش، جنگ جهانی دوم اتفاق نمیافتاد. جنگی با 60 میلیون کشته بدون شلیک یک گلوله. یعنی من الان یادداشت دستم نیست ولی دقیقا یادم کلمات چرچیل رو که میگه در یک نقطه در یک روز میشد جلوی جنگ جهانی دوم رو گرفت و اون روزی بود که در سال 1936 شب و تاریخش هم دقیقا گفته قوای هیتلر از اون رودخونه ای که طبق قرارداد ورسای نباید عبور میکردن عبور کردن و هیچ کسی هیچ کار نکرد. اصلا لازم هم نبود جنگ کنن، فقط کافی بود که اعلام مخالفت کنن و اعلام آماده باش کنن، چون پیشاپیش بعدن روشن شده بود که یک فرمان مخفی هیتلر داده بود به جنرال هاش که شما در صورت آماده باشه تو ارتش فرانسه دستور عقب نشینی دارید. دستور عقب نشینی رو قبلا صادر کرده بود، دستشون داده بود و اینا نکردن و بر سرشون اومد اون چی که اومد و بر سر جهان
چه آدمسوزی ها، چه فجایع، چه کشتارها، 60 میلیون. این سیاست مماشات همین چیز رو به بار میاره. و اون حالا منتها این سیاست مماشات چه اون موقع چه الان، اون موقع این مماشات خواست هیتلر بود، فشار هیتلر بود، اینو میخواست و همه همون موقع. الان میگن که روزنامه ها مینویسن که مالکی داره با القاعده میجنگه و خیلی هم میگن. اون موقع هم روزنامه های تایمز لندن و روزنامه های دیگه لندن همه مینوشتن که آقا چرا باید باعث جنگ بشیم دوباره مثل جنگ اول بشه؟ الان میشه اینطوری آقای چمبرلن داره مسئله رو حل میکنه با هیتلر، چرا باید این کارو کرد؟ اونایی هم که تو آلمان سر صدا میکنن، اونا نمیدونم دیگه کمونیستن یا فلانن یا یاغیان یا چن، امور داخلی. اصلا این بحث سیاست چهار دیواری اختیاری مال اون موقع است. دو فرنگ غرب آقا دو در خاک آلمان داره کار خودش میکنه هیتلر، اعتراض نکن. نباید ما چیکار داریم؟ حاکمیت داریم. حاکمیت الان هم همین هست، اینا هست. ولی ببینید این خواست اون بود. الان که شما، ما میدونیم خواست خامنه ای، اولین خواست رژیم آخوندی، خاتمی، خامنه ای، روحانی، همشون از آمریکا چی بوده؟ ما رو بزنن تو لیست، به مقاومت ایران مارکت تروریستی بزنن. الان هم خواستش همینه. الان هم اینا تا میخوان یه موضع قاطعی در مقابل رژیم بگیرن، آی تضییع به هم میخوره، مذاکره به هم میخوره، چون خواست رژیمه. همه چی رو مشروط به این کرده. بنابراین بخشی از کارزار سرنگونی ملت ایران علیه این رژیم مبارزه و افشاگری و روشنگری با همین سیاست مماشاته. چرا که دشمن ما بانی اینه و تقویت کننده اینه و گسترش دهنده اینه. این سیاست رو، این بخشی از کارزاره. ما فقط البته باید افشا کنیم، ولی چشمانمون باز باشه. شکست سیاست مماشات، افشا کردن سیاست مماشات، برگردوندن این سیاست مماشات دقیقاً بخشی از این کارزاره. و همین ها کردن، همین مقاومت ایران، همین اشرف نشانه هستن. اونا میخواستن بله طبق سیاست اونها و سکوت اونها به اشرف حمله بشه، بعدم معلوم نشه کی کیو کشت و چی شد و تمام. و اگر هم حرف بزنیم آقای خامنه ای ناراحت میشه، آقای مالکی ناراحت میشه، ولی این مقاومت موضوع رو گشون به دادگاه اسپانیا، مذاکره ممکنه پیش نره. این مقاومت موضوع رو گشون به تمام دنیا، به چندین دولت که برخلاف سیاست مماشات که خواست خودشون از اول بود، الان افشا شد و جلوش ایستادن. و البته این کار داره ادامه داره. بنابراین بخشی است از نبرد ما، بخشی از حقانیت و ضرورت این پرچم های برافراشته در سراسر دنیا، این تحصن ها، این استادگی ها، این اکسیون ها، این اعتراضات، بخشی است از اون. دقیقاً به درستی هموطنمون اون میترا گفت، خواهر برادرمون از ایتالیا گفت، این همون چیزی است که برخلاف دهه 40 دهه 30 الان در دنیا یک مقاومتی هست که جلوی یک فاشیسمی ایستاده و نتایج سیاست درستش نه فقط برای ایران بلکه برای منطقه، برای عراق، برای سوریه، برای دنیا هم هست. و ما شنیدیم بارها این رهبران سیاسی کشورهای مختلف که خودشون تا چند سال پیش در همین دولت ها بودن، میان میگن که ما مدیون شما اشرف نشانهایی هستیم که در این کنفرانس ها میایید شرکت میکنید، ما مدیون شما هستیم، سیاستی که شما بردید یک فاجعه رو اصلا دنیا داره دور میکنه. و دقیقا بخشی از این کارزار سرنگونی در برابر یک رژیم ضد بشری. بخشید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. اطلاع میدم به من که مجددا بایزید رو از سوئد همراه خودمون داریم. سلام میکنم به بایزید. خواهش میکنم بفرمایید. من هم سلام میکنم به شما و بینندگان تلویزیون شما. درود بر شما. من تمام بحث‌های جناب آقای توحیدی را شنیدم. در طول 35 سال رژیم جمهوری اسلامی این پایه‌گذارش خود اروپایی‌ها و امریکا بودن و این رژیمی که تروریست پرور، جنایتکار، قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، کشت و کشتار از اقلیت‌های دینی و قومی، مجاهدین اشرف لیبرتی بدون سلاح دستاشون می‌بندن، قتل عامشون می‌کنن، به نظر بنده این سیاستی است که امریکا می‌خواد 35
35 سال فقط اروپا ثروت و سامان مملکت ما را به غارت آورد و اینا را روی پای خودشون نگار داشتن، بلکه بیشترم مسلحش کردن. همین الان جنگ سوریه و عراق، اگر سیاست امریکا نباشه، این سیاست امریکا را دنبال میکنه، هم مالکی هم رژیم آخوندی، چون منافعشون تو اینه. اگر تو سوریه را ویران نکنن، تا 7 سال دیگه سوریه وابسته اقتصادی و نظامی و سیاسی وابسته به غرب نباشه، پس چطوری اینا سلاحاشون بفروشن؟ اینا فقط دموکراسی برای خودشون میخوان، نه برای ما. من درود میفرستم واقعا به اشرف نشانان، به زندان لیبرتی، به همه کسانی که در راه آزادی ایران مبارزه میکنن و در سنگرن خودشون به شهادت میدن، من درود میفرستم. درود بر شما. درود بر شما هموطن گرامی، خیلی ممنونیم از تماستون. من یه رخنه از تلویزیون دارم که هیچ گونه برنامه فارسی نداره، چون باید واقعا این تلویزیون که شب و روز کار میکنه حداقل زبان ترکی باشه، زبان کردی باشه، زبان لوری باشه، زبان عربی. من خودم کردم، نمیگم تنها کرد، اقلیت های دیگه هم هستن. اگر شما به کانال پیکاکا نگاه کنید، تمام اقلیت ها و قومیت های در ترکیه هستن، همه شون برنامه مخصوص خودشون دارن. من امیدوارم سرفراز باشیم و ایران روزی به دست همه انقلابین آزاد بشه از چنگ آخوند جنایتکار. درود بر شما آیدیده عزیز، چه به حق گفتید. کشتارها و جنایتها ما یادمون هست، از کشتارها و قتل عامها در کردستان شروع شد، در قارنا، در سایر روستاهای کردستان قتل عامها رو شروع کردند و اون تیربارانهای وحشیانه که سند ننگ این رژیم آخوندی هست و دزدان انقلاب ایران، اول کردستان رو اینجوری به خاک و خون کشیدند. ولی مطمئن باشید، غیرتمندان کرد، پیشمرگانی که خونشون بر زمین ریخت و هموطنان عزیز ما در کردستان، در خوزستان، در بلوچستان، در ترکمنستان، در تمام نقاط ایران پاسخ این رژیم وحشی رو خواهند داد. درود بر شما. خب تماس بعدیمون از کانادا هست. سلام میکنم به شهرام، خواهش میکنم بفرمایید. شهرام از کانادا، اگر که صدای من رو میشنوید و هستید روی خط، خواهش کنم بفرمایید. خب به نظر میسه که تماس شهرام وصل نباشه. نوبت رو بدیم به احسان از سوئد. سلام میکنم به احسان، خواهش کنم بفرمایید. سلام بر حمید و سلام به آقای کریدی. سلام بر شما. خواستم به اسطوره‌های مقاومت، مجاهدان خلق در زندان لیبرتی درود بفرستم و درود و رحمت خدا بر شهدای مجاهد خلق که با ایستادگی و مقاومت ستایش انگیزشون امروزه در سراسر جهان تساوی و نامشون بر افراشتن و بر سر زبان هاست. این جنایاتی که امروز خامنه ای و توسط مزدور مالکی در با کشتن 52 مجاهد خلق و گروگانگیری 7 مجاهد خلق دیگر و همچنین موشکباران لیبرتی ناشی از ترس مفرطش از مقاومت مردم ایران و مجاهدین خلق میباشه، این رو دیگه همه میدونن، دیگه هیچ ضرورتی نیست که مثلا خیلی ها این مسائل رو ندونن، خصوصا با انتشار گزارشی که ارتش آزادی بخش منتشر کرد بر تمام این جنایاتی که این رژیم توسط مماشاتگران بر مجاهدین خلق اعمال شده، بر تمامشون افشا کرد و جهان و مردم ایران، به خصوص مردم ایران فهمیدند که این رژیم و این غرب برای مردم ایران و مجاهدین جز اسباب زحمت به وجود نیاورده و الان میدونیم که این رژیم در اوج بحران و
گسست وجود داره و مهار اوضاع از دست خامنه ای داره خارج میشه. آقای توحیدی بر موارد خیلی بسیار زیادی انگوش گذاشت، اما یک موردی هست که این روزا در ایران داره اتفاق میفته و اونم آلودگی و انهدام محیط زیسته که یک فاجعه زیست محیطی خیلی بزرگی بر مردم ایران تحمیل کرده و ما شاهد مرگ و میر و انواع بروز سرطان ها و انواع و اقسام بیماری های دیگر رو داریم میبینیم و این در این کارنامه رژیم که با سیاست های غارتگرانه و جنایتکارانش حتی تنفس و هوای آزاد رو از مردم ایران دریغ کرده. یعنی در تمام این زمینه ها رژیم جز انهدام و نابودی ایران چیزی نداشته و خوشبختانه امروز ما به یمن بودن مقاومت، داشتن همچون قهرمانانی که امروز در لیبرتی رایت‌های شرف در دستشونه و در اهتزاز اینه که در سراسر جهان این مقاومت و این استمرار این جنگ ضد با رژیم پرید و ضد انسانی آخوندی ادامه داره و خوشبختانه الان افق کاملا برای پیروزی مردم ایران و مقاومت سرفرازش در چشمنداز هست. تا کنون مجاهدین تمام توطئه ها را خونسا کردن، در جاهای مبارزه را برافراشتن که هیچ کس تصور نمی کرد که این مقاومت بتونه از این همه فرازها عبور کنه و خوشبختانه الان خودشو تثبیت کرده و استمرار این مبارزه داره پیش میره و انشالله به زودی شاهد پیروزی مقاومت سرفراز مردم ایران و راهای مردم ایران از چنگال این خامنه جنایتکار و آخوندهای مرتجه و خصوصا این کثافت و این رئیس جمهور جانیشون به اصطلاح رئیس جمهور اعتدالگرا باشیم. تشکر میکنم حمید جان از وقتی که به من دادی. خدا نگهدار. درود بر احسان. بحث ما رو تکمیل کردید به درستی. به درستی بر فساد و تباهی رژیم باید انهدام محیط زیست ایران و نفس کشیدن مردم ایران رو هم که اینطوری کرده و ما دیدیم هموطنانمون در زنجان در جاهای دیگه ایران که خواست نفس کشیدن رو بر تابلوهاشون می نوشتن و در خیابونها تظاهرات می کردن. درود بر شما. خب تماس بعدی از کانادا شهرام، آیا روی خط هستی؟ سلام بر شما، خواهش من بفرمایید. سلام علیکم برادر حمید و سلام بر شما گرامیشون آقای توحیدی. درود بر شما. درود بر شما و درود بر رهبر پاکباز این مقاومت و همه مجاهدین اشرفی در زندان لیبرتی. واقعا جای افتخاره که اولین روزهای سال نو مسیحی من مجدداً در ارتباط مستقیم در برنامه سیمای آزادی تونستم بحث بشم و شرکت کنم. موضوع بحث طبیعتاً کارزار سرنگونی و حملاتی که اخیراً علیه اشرف و لیبرتی و کلاً کارزاری که از سال گذشته تقریباً از فوریه مارس سال گذشته از بهمن ماه سال گذشته حملات سنگین رژیم و مزدورانش چه در صحنه داخلی چه در صحنه بین المللی و مماشاتگران برای نابودی به لحاظ سیاسی شورای ملی مقاومت و به لحاظ فیزیکی سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و رزمندگان اون شروع کردن. من دیگه نیازی فکر نمی کنم باشه که توضیحاتی رو که برادر فتی و سایر کسانی که تلفن کردن دادن بدم. متأسفانه دو سه تا نکته راستش حیفم اومد که نگم. یکی این کاردار اخیر من رو به یاد صحبت‌های برادر مسعود در سال 64 انداخت که ما فقط با یک رژیم جنایتکار نمی جنگیم، واقعا سیاست مماشاتی که در پشت این رژیم بسیار بها گرفته و متأسفانه هنوز هم داره میگیره، اما ما ایستاده ایم. از همین کشور کانادا که احتمالاً برنامه های آکسیون ها و تظاهراتش رو در سیمای آزادی دنبال میکنید میدونین که هموطنانمون هواداران اشرف نشان مقاومت سر از پانه میشناسن در هوای 30 درجه زیر صفر که واقعاً 5 دقیقه 10 دقیقه در هوای آزاد ایستادن بسیار بسیار سخته
ولی برای ابراز حمایت از رزمندگان لیبرتی، برای ابراز حمایت از سرنگونی تام و تمام رژیم آخوندی با تمامی دار و دسته ها و شکلک هایی که در میاره، برای به گل نشوندن سیاست مماشات سر از پانه میشناسن، در همین هوای سرد یا در هر شرایطی بیرون میان فریاد آزادی خواهی و مظلومیت مردم ستمدیده ایران و زندانیان سیاسی که دست به دست اعدام میشن توسط این رژیم رو به بلندترین وجه به گوش جهانیان میرسونن. و همونطور که بعد از فرید در مورد سیاست مماشات و زمان کم دادن و هیتلر گفتن، به یمن وجود این مقاومت سراسری که در همه کشورها الان پا دوونده و در واقع شعار 1-2-3-100,000 اشرف میسازیم رو الگوی خودش قرار داده، نمیذارن که رژیم و حامیانش به خواسته های شومش برسن. و به همین دلیل جای تبریک و جای افتخار برای همه ما داره که در واقع در رکاب این مقاومت و در رکاب این رهبری بتونیم صدای مظلومیت مردممون رو هرچه رساتر برسونیم و این کارزار رو تا سرنگونی تام و تمام رژیم ضد بشری آخوندی ادامه خواهیم داد. از همین جا یک بار دیگه به همه مجاهدین لیبرتی و همه اشرف نشانها در سرتاسر جهان سلام و درود میفرستم و همه رو در واقع دعوت میکنم به ادامه این کارزار. یک درخواستی هم از سیمای آزادی دارم. در واقع این گزارش اخیر ارتش آزادی بخش ملی ایران یک گنجینه عظیم ملی، حتی فراتر از بحث سازمانی، حتی فراتر از بحث ارتش، فکر میکنم واقعا یک گنجینه عظیم ملی که این رو باید به گسترده ترین وجه تبلیغ و در اختیار عموم هموطنانی که شاید در جریان نباشن قرار داد. برای این خواهش میکنم که انرژی ویژه‌ای گذاشته بشه. بیشتر از این مصدق اوقاتشون نمیشم، برنامه رو از سیمای آزادی دنبال میکنم. درود بر شما. درود میفرستم به برادر عزیزم شهرام. واقعا که چقدر عالی و خوب گفتی و پیش از اون در تصویر خودت و همه خواهران و برادران و یاران اشرفی که در اونجا در اشرف نشانهای کانادا، در اتاوا، در نقاط دیگر ما دیدیم و در این ماها شما رو در حال اعتصاب قضا، در حال شعار هزار اشرف میسازیم، با اون عزم جزم و در اون هوای سرد، در به قول خود سرماهای زیر 20 درجه، زیر 30 درجه، نشون دادیم که گرما و شعله های مقاومت و عشق به آزادی در وجود شما و در وجود ایران و ایرانی چقدر برتر و چقدر قویتر هست. چقدر به حق گفتی، به حق گفتی از شعار هزار اشرف میسازیم. من فکر میکنم در تجربه چند دهه کار سیاسی، شعار سیاسی، شعارها اگر ریشه در واقعیت نداشته باشه زود تمام میشه، ولی وقتی ریشه در واقعیت داره و بیانگر و تجسم یک واقعیت محض سیاسی است، اون وقت اینجوری گل میکنه و اینجوری در زمستان هم شعله میکشه و در سرما هم اینچنین گرما و شور آزادی رو به اوج میرسونه. من فکر میکنم چه تو و چه همه کسانی که در سراسر دنیا مثل شما در این کارزار در پاسخ به اون جنایت علیه بشریت به پا خواستند، امروز اون افراد و اون نیروها و اون انسانها و اون کسانی که 3 ماه پیش و 4 ماه پیش بودن نیستن. همشون الان کسان دیگری هستن، با عزم دیگر، با آگاهی بیشتر، با شور بیشتر و با قدرت اثرگذاری و پیشروی به مراتب بیشتر. دقیقا در وجود تک تک شما هاست، قبل از هر جغرافیایی در وجود انسان هایی که از این شعله ها و از این آتش ها سر برمیارند و به انسان های دیگری و انقلابیون جدیدی و آزادی خواهان و میهن پرستان آگاهی تبدیل میشن که در مقابلشون این سیاست های ارتجاعی و استعماری و مماشات و جنایت، چه جنایت سیاسی و چه سیاست جنایتکارانه،
کاری از پیش نخواهند بود. درود بر شما، واقعا افتخار بر تک تک شما و بر قبل از شما بر اون اشرفی ها و اون قهرمانان شهیدی که از گرمای مبارزشون و از جوشش خونهاشون یک چنین نیروی انقلابی و یک چنین نیروی آگاه و آزاده و شریفی در سراسر دنیا داره شکل میگه و به پیش میره. درود بر شما. من بسیار تحت تاثیر ایستادگی شما هر روز قرار گرفتم، چه شما و چه دیگران، مخصوصا در اون سوز سرما که کاملا قابل فهمه. اصلا یک ساعت و نیم ساعت ایستادن در فضای هوای معمول هم به سختی امکان پذیره. درود بر شما. خب بعد از شهرام از کانادا، از آمریکا هوشنگ رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم خدمت شما، خواهش کنم بفرمایید. سلام عرض شد. من میخواستم اول ازتون واقعا تشکر کنم که این وقت رو به من دادید صحبت کنم. خواهش میکنم بفرمایید. اولین چیز که میخوام بگم، مرگ بر اصل ولایت فقیه. دوم، میخواستم از ته قلب به قهرمانان اشرفی به خاطر ایستادگیشان و رزمشان در برابر این آخوندهای حرامزاده تبریک بگویم و به اشرفیان بگویم واقعا دمتون گرم که دوباره ثابت کردید که قهرمانان اشرفی از این دیرها نیستند که به این بادها بلرزند و به ما آموختید واقعا که ایرانی چه نسلی است. دمتون گرم. این آخوندهای مادر و خطا به خیال پوچ خود فکر میکردن که با چند موشک میتوانن اراده اشرفی ها را و اشرفی نشان را بشکنن. کور خاندید. به گفته قدیمی ها، شتر در خواب بی نفهم بدانه، گهی لب لب خورد جه دانه دانه. و به گفته بچه های اشرف و لیبرتی، ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم، تا آخر نفس خواهیم جنگید، تا زمانی که این آخوندهای حرومزاده کشور ایران را گروگان گرفته باشند ما ایستاده تا تار و پود آنها را نابود کنیم. پس با صدای بلند دوباره، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد آزادی، مرگ بر آخوندهای حرومزاده، زنده باد سازمان مجاهدین خلق ایران. شیر همیشه بیدار، خدا تو را نگهدار. مریم مهرتابان، میبریمش به تهران. در آخرین میخواستم خدمت تمام اشرفیان قهرمان، به خصوص دوست خودم محمد دهیمی و شهرام حسامی سلام برسونم و به آنها بگم دمتون گرم، منم تا آخرش با شما ایستادم. مرگ بر آخوند کثیف ایرانی، زنده باد آزادی. وقتتون نمیگیرم، پیروز باشید. زنده باد هوشنگ. زنده باد هوشنگ. چقدر جالب و چقدر عالی و چقدر خوب برپای خودت رو رسوندی. زنده و سربراز و پیروز و موفق باشی هوشنگ. خب من میخوام از فرصت اضافه کنم سوالی رو خدمت شما مطرح کنم. آقای فویدی، یک تحولی که ما این روزها شاهدش هستیم در عراق، درگیری هایی هستش که بین نیروهای نظامی مالکی از یک طرف و عشایر مسلح در شهرهای استان الانبار الان در جریان است در مناطق سنی نشین عراق. خبرام خب خبرهای مختلفی که میرسه حاکی از پیشروی های نیروهای عشایری هست. حتی امروز در خبرام بود که نیروهای عشایر شماری از پاسداران و نیروهای رژیم رو که به اونجا به عراق رفته بودن دستگیر کردن و خلاصه مدارک شناساییشون رو نشون میدادن. میخوام بپرسم که وضعیت رو به خصوص در ارتباط با بحثی که الان حول اون بحث کردیم در سر کارزار سرنگونی در بحبوحه حمله حملات رژیم به اشرف و لیبرتی، این رو چطور شما تفسیر میکنید؟ بله اتفاقا بسیار هموطنامون هم خیلی اشاره کردن و بسیار بحث لازمی هست، خودش البته یک بحث دامنه دارید. ولی اگه خاطرتون باشه بعد از حمله به اشرف، این پاسدار سلامی اومده بود در تلویزیون رژیم، یعنی جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران، در یه بحث بسیار مفصلی در مورد حمله به اشرف حرفای زیادی زد. ولی یکی از حرفاش این بود که این حمله‌ای که به اشرف شد
این تحولات بسیار دامنه‌داری در منطقه خواهد داشت. استراتژیک یک چنین کلماتی، تحولات استراتژیک برای کل منطقه خواهد داشت و همه چی رو عوض میکنه. از این حرفا ببینید، بین اون چی که در ارتباط با اشرف و لیبرتی صورت میگیره یا اون چی که در میهن ما این کار داره سرنگونی که در جریان داره و تحولاتی که در منطقه هست، حالا به طور مشخص در خود عراق و همچنین در سوریه، یک همبستگی بسیار محسوسی الان وجود داره. این رژیم زهر خورده ولایت فقیه شیشه عمرش به حوادثی که در این دو کشور میگذره بستگی داره. یعنی یکی از اتفاقا فاکتورها و علائم این وضعیت سرنگونی این رژیم اینه که به این چیزها بنده. یک رژیم باثباتی نیست که در خانه خودش حالا به زور حتی یا به سرکوب میتونه پایدار بمونه. نه، تغییر اسد در سوریه که الان خودش یک خواست مبرم انقلابیون و آزادیخواهان سوریه است و خواست جامعه جهانی هم الان هست غیر از دنیای عرب، برای این رژیم مرگباره. تغییر وضعیت در عراق هم براش مرگباره. به همین خاطر این در توطئه های سرکوب جنبش ها در این دو کشور بقای خودشو میبینه، چون در اعتلاء و پیشروی اونها، پیشروی یک قدمش به سوی دموکراسی هم براش مرگباره به خاطری که در چنین وضعیتی هست. به همین دلیل اون پاسدار این حرفو میزد و به همین دلیل مالکی وقتی میره پیش خامنه ای در دو سه هفته پیش، این در سفرش به اونجا با دو تا سوغات برمیگرده به عراق. یکیش همین ادامه کشتار مجاهدین و موشک زدن به لیبرتیست و دیگریش حمله به معترضان و قیام کنندگان عراقی که در شش استان این کشور، که البته در سایر استان ها هم این جنبش به معنای عام دموکراسی خواهیش ریشه داره. من یادم هست که چند هفته پیش، تقریبا دو سه هفته پیش بود، در زیغار تظاهرات گسترده شد در جنوب و میگفتن ما رو استان هفتم حساب کنید، نگید استان، نگید چش استان، به اصطلاح تظاهرکنندگان زیغار میگفتن. قبلش در کربلا بود، در خود بصره بود، در جای مختلف جنوب هم هست اونجا که به خواست مردمی برمیگرده، به خاطر اینکه یک حکومت دست نشانده این مالکی درست کرده، توافقات رو زیر پا گذاشته، توافقاتش رو با کردا زیر پا گذاشته، با سایر بخشای عراق زیر پا گذاشته و بیدنده و ترمز داره یک دیکتاتوری خونخوار و خونریز رو در عراق پیش میبره. و خب مانعشه، چون یک قیام مسالمت آمیز یک ساله، یک سال و نیمه در اونجا در جریان بود، همه رهبران شناخته شده بودن، همه چند واضح بود. خب میخواست اینو قلقم بکنه و بسیار واضح و روشن حمله کرد و قتل عام کرد در خونه دکتر البانی که رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق است، ایشونو دستگیر کرد، قومخیشاشو کشت، محافظانشو کشت. بعد قبلش هم تصفیه‌های دیگری در همون دولتی که به خودش تشکیل داده بود و اصلا مشروعیت خودش به اون بوده، اونا هم تصفیه کرد. بعد هم حمله نظامی برای جمع کردن چادرهای متحسنین و تظاهر کنندگان و خب اونا به ناگزیر به مقاومت روی آوردن و این چیز بود که مثل این که در مثل همه دیکتاتورها و مثل همه جنایتکاران خونریز در محاسبات این دیکتاتور تازه به دوران رسیده نبود. و طبعا این وسط البته این سیاست مماشاتی هم که اشاره میشد دقیقا در اینجا هم عمل میکنه. من اجازه بدیم برای که بحث هم یه خود مشخص‌تر بشه، هم طول نکشه، اشاره کنم به بیانیه‌ای که دیروز یا پریروز دیروز چیز آقای استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا صادر کرده بود. اتفاقا در اسکاتلند در محل خودش هم بوده، از اونجا رسانه‌ها مخابره کردن. ایشون تو بیانیه‌اش هشدار میده، به طور مشخص هشدار میده به این سیاست مماشاتی که دولت اوباما داره و میگه تو فریب خوردی یا خودتو داری به اون راه میزنی، همچون که هموطنانمون هم میگفتن. بذارین از روی متون خود این من چند جمله شو بخونم. ایشون میگه من در نوامبر، در همین بیانیهش نوشته، نوشته در متنی که منتشر کردن، متن انگلیسی که از طرف دفتر خودش منتشر شده، میگه این قانونگذار ارشد اتحادیه اروپا از اسکاتلند گفت من در ماه نوامبر به عراق رفتم، با بسیاری از رهبران سنی دیدار کردم، همشون به من جزئیات گفتن، همون متحسنینی که اونجا بودن، و گفتن آقا نیروهای تروریستی که تحت آموزش رژیم ایران هستن روحانیون
شرکت کننده در این اعتراضات رو میکشن و ترور میکنن و موارد متعددش افشا شده از ترورهایی که صورت گرفته. هزاران نوشته هزاران نفر رو کشتن، امامان جماعت اهل سنت رو میکشن. بعدم میگی که آقا این اتهامات کاذب تروریست، نسبت دادن اینا به القاعده، نسبت دادن اینا به یک گروه به نام داعش که ساخته بشار اسد و خامنه ای و مالکی است، اینا رو به اینها نسبت دادن و یه توجیهی درست کردن برای دولت اوباما که گویا با داره به مالکی در کمک به سرکوب تروریست ها کمک میکنه. میگه این بسیار فاجعه باره، میگه شما چه نیرویی رو دارین تسلیح میکنید، میگه شما یک دیکتاتور خونریز رو دارید تسلیح میکنید، یک دیکتاتور خونریز. نذارین این جمله شو بخونم، میگه که به نظر میرسد دولت آمریکا، دولت اوباما قادر به قبول این واقعیت نیست که یک دیکتاتور فاسد و خونریز یعنی نوری مالکی را در عراق بر سر کار آورده و برای پیشبرد جنگ تمام عیار علیه اقلیت سنی در عراق که البته این اقلیت 16 میلیون تو این استان هستن و واقعا شیعه هم در جای دیگه با اینا هستن. خود ایشون هم میگه رهبران شیعه هم به من گفتن که دولت مالکی یه رژیم خرابکاره. این تحت عنوان اینکه این گویا داره با تروریست‌ها مبارزه میکنه، توجیه میکنه حمایت از دولت مالکی رو، دولت اوباما، و این اعتراض میکنه از طرف اتحادیه اروپا، از طرف پارلمان اروپا. میگه این سیاست بسیار خطرناکه، یک دیکتاتور خونریز رو شما نباید تسلیح کنین و موشکهایی بهش بدین که اون بر سر مردم خودش بریزه. بله. و آخرش هم میگه من هشدار میدم دروغهای ساختگی مالکی مبنی بر جنگ با تروریست های القاعده در شهرهای رمادی و فلوجه و سایر شهرهای سنی نشین، شما نمیتونید خودتو پشتون قایم کنید، این کار شما راه را برای نسل کشی باز میکنه. این هشداری است که یک پارلمانتر ارشد اروپایی داره به دولت اوباما میده در همین رابطه. و البته من خودم دو روز پیش گزارش بریفینگ وزارت خارجه آمریکا رو میخوندم که در اونجا خبرنگاران به شدت همین سوالات رو در مقابل سخنگوی وزارت خارجه قرار داده بودن. بهشون گفتم آقا شما در 2006 یادتون هست نیروهای بیداری که به شما کمک کردن در جنگ با القاعده، الان شما دارید با اونا میجنگید نه با القاعده. و اون آدمی که سخنگو میگه من نمیدونم، باید واقعیت‌های صحنه رو ببینم و من نمیخوام به تصمیمات قبل برگردم. طرف هم بهش میگه آقا من به تصمیمات قبلی تو کار ندارم، الان چه خبره در اونجا، شما به کی میخواید سلاح بدید و ارزیابیتون از وضعیت چیه؟ آیا مالکی با سیاستاش اصلاح کنه یا شما با سلاح بهش بدین که بیشتر سرکوب کنه؟ این سوالا در بریفینگ وزارت خارجه در خود واشنگتن، در خود وزارت خارجه هم الان بالا گرفته سر صداش و این تحول مهمی است، چون خواست خامنه ای برای اینکه دور سوم این به اصطلاح محقق بشه امها اینهاست، چون اینها مخالف دخالت های رژیمن، اینا واقعا در دخالت های تروریستی رژیم کشته میشن، واقعا در دخالت های تروریستی رژیم در عراق بهاشو این مردم عراق میپردازن، البته هم سنی و هم شیعه. ولی خب الان سنی ها که هدف اصلی حمله هستن، هدف تصفیه و بهاشیه روندن هستن، دست به اعتراض دادن به این، به صورت یه جنگی در اومده که فکر میکنم مالکی محاسبشو نکرده بود که وقتی خلق اینقدر زیر ستم قرار بگیره به مقاومت در میخیزه و مقابله میکنه. و الان خب همچنان که شما گفتین برخی از شهرها رو اینا گرفتن و دستشون هست و دارن مقاومت میکنن و البته خودشون هم روشنگری میکنن. من دیدم که برخی از رهبران عشایر خودشون میگفتن آقا اینجا داعش نیست، اینجا چه نیروهایی نیستن، اینا شهرهای علمباره، مردم انبارن، ما در اینجا ایستادیم مقاومت میکنیم، حتی ما اونا اگرم نفوذ کنن از جایی ما پسشون میزنیم. بعد یکیشون میگه اصلا اینا از کجا وارد شدن، اینا در لباس نیروهای مالکی وارد شدن، از فرات میانی وارد شدن، از جنوب اومدن، ما میگه تمام اینجا رو که شما محاصره کردید، بعدم به قول شما اینا رو گرفتن خیلیاشونو که تو جیباشون پاسپورتای ایرانی و حتی بعضیاشون هم که فارسی حرف میزنن و نفوذ دارن تو اینا. ببخشید طولانی میشه ولی سوریه ها هم اینا رو گرفتن، ارتش آزاد سوریه دبیر یک افسر برجسته از دبیرخانه ارتش آزاد سوریه اومد و مصاحبه میکرد، میگفتش که آقا اینا ساخته و پرداخته اسد و اسد هستن و چند تا اسم مشخص معرفی کردی کهشون که ریش گذاشته بود، میگفت این الان با ریش بلنده ولی چهره قبلیشو ما داریم عکسشو که مال اطلاعات اسده، یعنی اطلاعات سیاسی اسده که یه گرگان سرکوبگر رژیم اسده، بعد اومده تو این دستگاه و با اینا وارد مقابله شدن. یعنی اینا با ساختن یک چنین صورتکی
میخوان یک چنین سرکوب وحشیانه و نسل‌کشی رو توجیه کنن و بهش لباس مبارزه ضد تروریستی بپوشونن، اون هم در حالی که نفعش به کیسه مهمترین حامی تروریست در دنیا میخواد بریزه. من فکر میکنم چنانچه اعتراض بین المللی و حتی در خود آمریکا، حتما آمریکایی‌ها مخالفه با این بسیار زیاد هستن اونجا، چون حالا جدای از جنبه اصولی است و جنبه ضد انسانی یک چنین سیاستی برای منافع خودشون و برای سیاست خودشون هم بسیار فاجعه باره این سیاست. بنابراین ولی هست این تحول و باز البته سر مار در تهران و قم، یعنی در بیت العنکبوت بیت الفساد خامنه ایست، یعنی اونجاست که مرکز این توطئه ها و جنایت ها هست، هم برای مردم سوریه، در سوریه که رسما میگن پاسدار داریم، در اینجا پاسدارشون رو میگیرن ولی هنوز رسما اعلام نکردن. و سیاست مماشات هم اینا بهش به اصطلاح سوخت میرسونن و پیش میبرن. بله متشکرم از توضیحاتتون. نوبت رو بدیم به حمید از آلمان. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. حمید از میکنم خدمت برادران عزیز آقای رفیعی و توحیدی، با درود به قهرمانان لیبرتی و تمام اشرف نشانان حامی اونها در سراسر جهان. من واقعا افتخار میکنم هم به دلیل صحبت‌های بسیار غنی و همیشگی برادرمون توحیدی و واقعا جای افتخار تشتش هموطنانمون که صحبت کردن، من واقعا بسیار دلجرب کننده است از این همه شور و آگاهی، واقعا این رژیم و حامیان اون در سراسر جهان واقعا باشی این خیال با خودشون ببرن که میتونن با این حجم از آگاهی از هواداران از اشرف نشانانی که دور بر مقاومت هستن میتونن صدای این جنبش رو خفه کنن یا انقلاب رو از پیش روی باز دارن. واقعا درود بر همه این بچه ها و امروز واقعا نمونه ای از رشد کبیر آگاهی هموطنانمون هست که در این مختصر برنامه که در واقع تو این آدم شاهدش هست و این گواه بر این حقانیت این پیروزی است و گواه بر دستاوردهای عظیم این مقاومت سازمان یافته است. اینها من در مورد این که آیا این کارزار سرنگوشت اینها، این نه تنها امروز ادعای مقاومت ما هستش، بلکه خود رژیم هم به هزار و یک زبان بی‌ثباتی خودش رو به انواع اقسام نشون میده. نمونه اش در واقع لبن پراکنی ها و گندگوی های ورشکسته دیروز امام جمعه به اصطلاح نمای موقت تهران بود که علارغم گذشت 4 سال از این در واقع قیام 88 هنوز ترس وحشت اینها در دل اینها جاری هستش. اگر هم حمله میکنه و زیر بار در واقع این هزینه سنگین سیاسی این به اشرف و لیبرتی هستش، این خودش واه بارز بی‌ثباتی رژیمه. اگر رژیم ثبات نداشته باشه واقعا در روز روشن به تعدادی آدمی که محبوس هستن حمله نمی کنه و اینقدر هم حاضر نیست بهای خودش هم میدونه چه چه بهایش قدر سنگینه. در واقع اینا خودش علائمیه که اینا علاوه بر اون بحران‌های عجیب و غریب محیط زیستی و در واقع اقتصادی و فساد اینها هستش که در مجموع خودش همه اینا حاکی از پایان این دیکتاتوری ننجینه. و اما در مورد مماشات اینا، هرچند که سیاست مماشات بسیار به ضرر مردم منطقه و مردم ایرانه، حتی قربانی مماشات با رژیم هم در واقع شامل حال خود مردم ایران نمیشه. به اینه میبینیم اتفاقاتی که در سوریه و عراق میفته اونها هم در واقع قربانی مماشات با رژیم هستن. بنابراین مقاومت رو اگر از این جنبه نگاه کنیم، مقاومت ما خوشبختانه یک مسئولیت سنگینی داره برای تحولات بنیادین در منطقه و این اون چیزی که علارغم شهادت ها علارغم رنج و مصیبت ها واقعا ارزش اینو داره که ما هر چقدر میتونیم پای بهاش وایستیم و این راه را ادامه بدیم. سومین مسئله مهمی که من میخواستم در این کوتاه چیز کنم اینها، واقعیت این است که در قرن 19 و 20 انقلابات بسیار بزرگی اتفاق افتادن، از اون انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر
و انقلاب در چین، الان مدتی از اونها گذشته و ما در حد امکاناتمون تمام انقلابی و مخصوصا ساز باز دیده باز از تمام این تضارب استفاده شد. ولی این تضارب در جهان امروز واقعا برای آینده و نسل‌های آینده دیگه کافی نیست. این انقلاب این افتخار رو داره، این مبارزه این افتخار رو داره، اونچنان دستاورد و جنجینه عظیمی از این مبارزه پیچیده برای خلقها اجابه داره که واقعا برای کشورهای بعد، برای خلقهای تحت شدن یه الگوی حی و حاضر و آماده ای باشه برای در واقع رسیدن به استقلال آزادی. این اون جنبه ایست که همیشه باید به ما این افتخار و این دینامیزم رو بده که به اهمیت مسئولیتی که در سطح جهان و منطقه دارم. این حرف من نیست، این حرف تمام دوستداران و سیاستمداران کار پشته خیلی از کشورها هست که در برابر مقاومت ایران اظهار میکنن و از این جنبه هست که این مبارزه و این مقاومت بسیار شورانگیزه، بسیار تاریخی و بسیار پر اهمیتی. بنابراین به قول رهبر مقاومت یک حلقه مفقوده تمام این جنبش های قبلی را داره پر میکنه، اونم با چه دستاوردهای غنی و تازه ای از در قرن 21 که هیچ یک از جنبش ها رو در واقع از همچون خصوصیاتی برخوردار نیستن و این واقعا باعث مباهات از این زاویه هست که به اشرفیان قهرمان به چشم یک قهرمانان بین المللی بایستی نگاه کرد، به چشم نازیان بشریت بایستی نگاه کرد. این اغراق نیست، این حرف مقاومت نیست، این حرف آدم هایی که 40 سال در ساختن کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، اروپا اینها در واقع سهیم بودن و اونها این اعتراف رو در روز روشن می کنن و این یک واقعیت محض است. امید پیروزی این مقاومت سرشار و با درود به اشرفیان و اشرف نشانان در سراسر جهان آینده او پیروز باشه. درود بر شما. درود بر شما. درود بر روشن بینی شما. خب از آمریکا رسول رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به رسول، خواهش کنم بفرمایید. سلام آقای رفیعی و سلام خدمت آقای توحیدی. سلام بر شما. از سمت خامنه‌ای و مزدورش مالکی در روز با نهایت در کمال درماندگی در آخرین روزهای سال میلادی گذشته یک بار دیگه جنایتی کم نظیر انجام داد، یعنی اینکه تعدادی از انسانهایی را که در چارچوب قوانین بین‌المللی دارای موقعیت پناهندگی هستند و قاعدتاً باید از حقوق پناهندگی هم برخوردار باشند رو در چارچوب یک اتحاد ناپاک ارتجاعی و استعماری محصور کردند و از راه دور به اونها موشک زدند و هر گونه محصوریتی که بتونن را هم روی اونها تحمیل میکنن. البته از دانیان خار و زلیل و مالکی و خامنه‌ای جز این هم انتظار نیست، ولی یک نکته را که من نمیدونم آیا خامنه‌ای میفهمه یا نه، یا اینکه ساره جز ارتکاب این جنایت ها نداره، اینه که در نهایت این عملات به ضرر اون تموم میشه. اگر این مقاومت نبود، همکاری های مالکی با آخوندها در سرکوب به این شدت در چارچوب بین‌المللی و منطقه‌ای افتا نمی‌شد، دست اینها رو نمی‌شد و مردم عراق امروز در این ابعاد بزرگ و افتخارآمیز به اصطلاح علیه این نظام‌های کثیف بلند نمی‌شدند. اینها از نتایج همون مقاومتی است که اشرفی‌ها و عزیزان اون در لیبرتی انجام دادن. البته تا اونجایی که به ما هوادارا برمیگرده از این مسئله فوق العاده رنجیده هست، ناراحتیم که عزیزانمون از دست دادیم، ولی ما از مجاهدین یک چیزی رو یاد گرفتیم که همیشه دردها و رنجامون رو از رژیم از جنایتها به یک خشم انقلابی تبدیل میکنیم و از هر لحظه زندگیمون سعی میکنیم استفاده کنیم که دست اینا رو رو کنیم، جنایتاشون رو افشا کنیم و اونها را به اون نقطه سر نکنیم، انشاءالله هر چه سریعتر برسونیم. من واقعا از هر زاویه ای که به این مسئله مقاومت و مسئله اشرف علی بهشتی نگاه میکنم،
همیشه یاد جمله برادر مسعود میفتم که گفتن مقاومت در لیبرتی و اشرف عین مبارزه سرنگونی است و واقعا همینه. در همه جا اونا رو پار زدیم کردیم و مقاومت رو شناسوندیم و تونستیم که باز علاقه وقتی میگن ما همه دوستانمون در سراسر آمریکا لیبرتی ها خود زحماتی که شما در سیمای آزادی میکشیم و همه به صورت خونهاد مقاومت تونستیم که به اینجا برسیم و انشالله به زودی خامنه رو به اون نقطهی که باید برسونیم یعنی سرنگونی میرسونیم و خواهر مریم رو به ایران میبریم. وقتتون رو زیاد نمیگیرم، موفق باشین و خسته نباشین واقعا. خدا خدا نگهدارتون. خب به من اطلاع میدن که مادر نظری رو هم در آخرین دقایق برنامه همراه خودمون داریم. مادر سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید، خواهش من بفرمایید. سلام بر شما. سلام. سلام از ماست مادر. سلام شما، سلام بر شما، خسته نباشید. چقدر خوشحال شدم که بالاخره منو وصل کردن، خیلی وقت پشت خطم. ما بیشتر از شما خوشحالی مادر، صداتون رو میشنویم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. زنده باشید شما. سلام منو به برادر مسعود، خواهر مریم برسونید. سلام منو به بچه های لیبرتی برسونید. حتما بچه های من تو لیبرتی هن، هیچ خبری هم ازشون نداریم. انشالله که همه شون سالم باشن با امید این که به همین زودی این خامنه‌ای پوسیده که اصلا دیگه به زور سر پا وای میسته، انشالله به همین زودی نابود میشه، به همین زودی میریم ایران. ایرانو باید از چنگ اینا در بیاریم. آخه اینا که ایرانی نیستن اصلا، من نمیدونم اینا مال کجا بودن اومدن ایرانو ما رو از دست ما در آوردن. خدا انشالله شما ها رو حفظ کنه، مجاهدین رو حفظ کنه، به همین زودی بریم ایران. خسته نباشید، سلام به همه برسونیم. قربان درود بر شما. زنده باشید مادر، ما دست شما رو میبوسیم مادر. دعاهای شما بهترین و با عالیترین پشتیبان و نیروز برای این جنبش و این کارزار. سلامت و موفق باشید و ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. خب در واقع حسن ختامی بود صحبت‌های مادر نظری به این برنامه. چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای تودی، من سوالات دیگه ای رو هم داشتم اما فرصت متاسفانه نیست، انشاءالله بمونه برای موقعیت‌های دیگر. اگر که از مجموعه صحبت‌ها چه تماسایی و صحبتایی که هموطنانمون کردن و موضوعاتی که مطرح شد بخوایم یک نتیجه گیری از بحث بکنیم، شما چه نظری دارید؟ والا به نظرم خیلی حرفا رو گفتن هموطنانمون از ابتدا تا انتها، در واقع اصل بحث رو همه گفتن. به نظرم همه چیز خلاصه میشه در همین چیزی که خودتونم از اول گفتید طرح بشه، همین کارزار سرنگونی است به صورت مسئله مشخص سیاسیش. ببینید واضح الان از همین تماس ها عیان و واضح بود و از مضمون این تماس ها و صحبت هاست در ایران امروز آخوندها و متحدان و اعوان انصار و دم و دنبالچه های این رژیم میخوان یه صورت مسئله رو بپوشونن، همین کارزار سرنگونی رو به معنای مشخص سیاسیش میخوان بپوشونن. یعنی بگید این مسئله بالفعل روزه، یک طرف یک کارزار سرنگونی هست با شعارش که میگه هزار اشرف میسازه، یک راه رسمه، اینجا اشرف جغرافیا نیست، این یک راه رسمه، یک مسیره. و من به جد گفتم شعار سیاسی و حرف سیاسی اگه پشتوانه واقعی نداشته باشه، اگه ریشه در واقعیت روز روی میز در منطقه و در جهان و در ایران نداشته باشه، هیچ وقت نمیتونه بگیره. ممکنه حتی به عنوان یک شعار آرمانی مثلا تاریخی مطرح بشه، ولی به عنوان شعار روز سیاسی، ببینید مسئله روز ایران و منطقه و جهان و عراق و سوریه و جای جای میهن ماست این مسئله. یک طرف میگه هزار اشرف میسازیم، هزار اشرف باید بسازیم، این رژیم رو باید سرنگون کنیم و این رژیم سرنگون بشه و میتونیم و این مقاومت و این ملت خواستشون، کارشون، نفس کشیدنشون، حرکتشون، زندگی سیاسیشون داریم در این که این کاردار سرنگونی رو پیش ببرن. یه طرف میگه اشرف بی خود بوده، نباید میبوده، نه هزار تاش یکیش،
بعدم یام پوچه، بی اثره، جایی نداره، ربطی به جایی نداره، همینجوریست در خودش یه دی گوشه‌ای دارن برای خودشون کار میکنن. اینا هم یه صورت مسئله است. واقعیت کجاست؟ چه چیزی به اثبات میرسه؟ تبهکارانه ترین حمله، جنایت بارترین حمله، شقاوت بارترین حمله که آقای طاهر بومدرا اول میگفت حقوقدان ایشون 10 سال استاد حقوق بوده در الجزایر، مقام عالی رتبه سازمان ملل بوده، سردبیر روزنامه‌های حقوقی بوده، در آفریقا در کشورهای مختلف دنیا خدمت کرده، میگفتش با هر تعریفی این جنایت علیه بشریت، بدترین جنایت علیه بشریت، علیه افراد حفاظ شده به قصد به قساوت بارترین صورت، این تعریف ازش میکرد. سرکرده سپاه خامنه‌ای هم میگفت ما یک ضربه‌ای زدیم که در منطقه و ایران و همه چی رو اومدیم خودمون رو چیکار کردیم، بیمه کردیم، اینا رو هم بهشون ضربه‌ای زدیم که هیچ وقت دیگه ازش کمر راست نمی کنن. امروز ما در صحنه مجسم سیاسی میتونیم ببینیم که این حرف و این ادعا و این جنایت فضاحت بارترین صورت شکست بود، از دلش هزار اشرف برخواسته. در این صداها شما چی میبینید؟ در این خروش ها چی میبینید؟ در لیبرتی چی میبینید؟ در این شهدای لیبرتی چی میبینید؟ در این جنایت اون چی میبینید؟ جز این که این رژیم با هزار اشرف و هزار اشرفی که داره شعله میکشه از جای ایران و جهان روبروست و تمام توطئه هاش در منطقه و در ایران و در جهان داره به اون بست میکشونه، این اون چیزیش که جریان داره در میهن ما و اون چیزیش که عهد و پیمان ایران ایرانیست با تاریخش و با ملتش و با هویت انسانی و ایرانی خودش. خب این کارزار شعله وره، این کارزار افتخار آفرینه، این کارزار در صحنه مشخص سیاسی محکوم به پیروزیه، به خاطر اینکه درسته که اینها اینقدر مماشات میکنن، این خط خلف وعده میکنن، ولی در دنیا بالاخره جنبش ها و تاریخ به پیش حرکت کرده، قطرات قانون هست، قطرات دموکراسی هست، حرف دموکراسی و آیین دموکراسی نمیتونن بالکل نابود کنن و در این فضا و در این مجال چنین نسلی و چنین مقاومتی با چنین گسترهی قطعا پیروز میشه و اصلا همینه که رژیم رو به این روز انداخته. اگه این نبود که رژیم الان خیلی وضع بهتر از این حرفه بود. بنابراین چیزی جز تعهدات بیشتر و عزم بیشتر و اراده بیشتر و اشرفهای بیشتر و هزار اشرف بیشتر در تقدیر و در آینده نیست و ما میبینیم تضمینش رو هم در این هموطنان غیرتمندمون و در پیشتازانشون در لیبرتی، در زندان لیبرتی که اونجا رو به کانون و پلی به سوی تهران و به سوی آزادی و پیروزی تبدیل میکنن و تبدیل کردن و خواهند کرد. بله آقای یک بار دیگه از شما تشکر میکنم به خاطر شرکتتون در این برنامه. دوستان عزیز، وقت برنامه ما متاسفانه به پایان رسید، انشالله در برنامه های بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. به اتفاق مهمان برنامه آقای محمد علی تویدی از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی ارتباط مستقیم. خدا نگهدار هم دیگه. خدا نگهدار.
ببر کن زیر گلول سینه سپر کن ای که پری از جرأت اشرار نظم کهن را زیر و زبر کن